سرخط خبرها، سرنوشت مبهم اکمل امیر، جبهه آزادی میگوید از نشر اطلاعات ناموثق خودداری کنید. کاردار سفارت پاکستان به زودی به کابل باز میگردد. واگنر، روسیه باید عملیات نظامی ویژه خود را در اوکراین پایان دهد. جزئیات وحشتناک درباره شکنجه و قتل فرمانده اکمل امیر که با شنیدنش مو در بدن راست می شود. و طالبان پیکر فرمانده اکمل امیر را تسلیم کردند. افراد طالبان روز شنبه با نشر تصاویر جدید منصوب به جنازه اکمل امیر گفتند که او در سالنگ کشته شده است. جبهه آزادی بلافاصله سومین اعلامیه خود را منتشر کرد و از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواست تا تحویل‌دهی جنازه‌ها و روشن شدن ابعاد این واقعه از نشر اطلاعات ناموثق خودداری کنند. جبهه آزادی در این اعلامیه در مورد سرنوشت اکمل امیر جزئیات نداده است، اما در تماسی که بر رسانه افغانستان انترنشنال با مسئولان این جبهه داشته است، آنها گفتند تا زمانی که پیکر فرمانده امیر را تحویل نگرفتند نمیتوانند خبر جان باختن اکمل امیر را تایید یا رد کنند. جبهه آزادی روز شنبه 26 آمل در اعلامیه خود گفته است که طالبان با گذشت 5 روز تنها پیکر فهیم سالنگی را به خانواده‌اش تحویل داده و پیکرهای سایر نیروهای این جبهه را تاکنون به خانواده‌هایشان تحویل نداده است. این جبهه گفته است که تلاش‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز تاکنون نتیجه نداده است. کاردار سفارت پاکستان به زودی به کابل باز می‌گردد. منابع می‌گویند که عبیدالرحمن نظامانی کاردار سفارت پاکستان در کابل به زودی به کارش برمی‌گردد. وزارت خارجه پاکستان نیز اعلام کرد که بلاول بوتو زرداری با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز شنبه از طریق تلفن گفتگو کرده است. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه گفت که آقای زرداری و امیرخان متقی در مورد منافع مشترک گفتگو کردند، اما منابع میگویند که وزیر خارجه طالبان در این تماس تلفنی از وزیر خارجه پاکستان خواسته است تا کاردار سفارت این کشور را به کابل بفرستد. به گفته منابع، بلاول بوتو زرداری با این درخواست موافقت کرده و اطمینان داده است که کاردار سفارت پاکستان به زودی به کارش باز خواهد گشت. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که بلاول بوتو زرداری در این تماس تلفنی بر تعهد کشورش به یک افغانستان باثبات، صلح‌آمیز و مرفه تاکید کرد. عبیدالرحمن نظامانی در ماه قوس پارسال در سفارت پاکستان در کابل مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. در اثر این تیراندازی یک محافظ سفارت پاکستان زخمی شد. کاردار سفارت پاکستان پس از این سوء قصد کابل را ترک کرد. اکمل امیر به شکل وحشتناک شکنجه شده و به شهادت رسیده است. شهدا هنوز به خانواده هایشان تسلیم داده نشدند، حتی سلامت اجساد شهدا را از بین بردند. اختطاف و گروگانگینی شهدای آزادی از سوی طالبان نهایت درماندگی این گروه است. انتقام جویی از جسد شهید و بازماندگانشان خلاف ارزش‌های انسانی و اسلامی است. این حرکت هیچ گنجایش بشری و دینی ندارد، بلکه نفرت را هزاران چند بیشتر می‌سازد. روح شهدای سالنگ شاد باد. هارون میرسعیدی فوری دقایق پیش فیصله شد و قرار است اجساد مدهر شهدا به وساطت صلیب سرخ در سرمیاشت ولایت پروان تسلیم داده شده و به شفاخانه ملکی پروان انتقال یافت. واگنر، روسیه باید عملیات نظامی ویژه خود را در اوکراین پایان دهد. وزارت دفاع روسیه روز شنبه در حال از تصرف دو منطقه دیگر بخمود توسط جنگجویان گروه واگنر خبر داد که رئیس این گروه میگوید که روسیه باید به عملیات نظامی ویژه علیه همسایه خود پایان دهد. یفگنی پریگوژین، رئیس واگنر گروپ و متحد کرملین روز جمعه در تلگرام نوشت که زمان پایان قطعی جنگ در اوکراین فرا رسیده است. پریگوژین افزود روسیه به نتایجی که میخواست رسیده است و بیشتر جمعیت مردان فعال اوکراین را از بین برده و متباقی را مرعوب کرده است. گروه واگنر از تابستان گذشته جنگ را در بخمود که از مرگبارترین و خونین‌ترین نبردها در اوکراین بوده رهبری میکند. پریگوژین از طریق شرکت امنیتی خصوصی از طریق استخدام ده‌ها هزار نفر نقش بارز در جنگ اوکراین بازی کرده است. رئیس این شرکت علاوه بر مجرمین محکوم به زندان، افسران ارشد نظامی پیشین و جاسوسان را برای جنگ در اوکراین استخدام کرده است. اما سرهی چرواتی، سخنگوی فرماندهی اردوی اوکراین در شرق این کشور روز شنبه گفت نبردهای خونینی که در دهه‌های اخیر پیشینه نداشته در وسط منطقه شهری شهر بخمود جریان دارد.
او گفت سربازان ما در نبردهای خونین و شدید برای شکستن توان محاربوی دشمن و شکستن روحی آن دست به هر کار میزنند. آنان هر روز و در هر گوشه از شهر چنین میکنند. وزارت دفاع بریتانیا نیز روز جمعه عقب نشینی نیروهای اوکراینی را از قسمت‌های شهر بخمود تایید کرده است. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه لایحه‌ای را امضا و توشیح کرد که به مقامات اجازه می‌دهد به گونه الکترونیکی جلب سربازی را به افراد نامنویسی شده و احتیاط بفرستند. این اقدام نگرانی‌های جدید را در مورد موج دوم بسیج برانگیخته است. بر اساس این قانون جدید افرادی که برای انجام سربازی ثبت شده است حق مسافرت را نخواهند داشت و زمانی که جلب به گونه الکترونیکی به آنان فرستاده شد باید به مراکز جلب جذب مراجعه کنند. در حال حاضر آگاهی سربازی به گونه فیزیکی به افراد تحویل داده می شود. شمار زیاد از مردان روسی توانستند از جلب سربازی گریخته و به خارج فرار کنند، اما این تغییر گریز از جلب سربازی را بسیار دشوار خواهد ساخت. خدمت سربازی برای مردان میان 18 تا 27 سال در روسیه جبری است و جلب سربازی سال دو بار به مردان واجد شرایط فرستاده می شود. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین طرح موج دوم بسیج را رد کرده و گفته که تغییرات جدید به هدف عصری سازی به میان آمده است. او همچنین افزود که انتظار نمی رود این قانون جدید سبب سراسیمگی تازه در میان مردم شده یا سبب فرار مردان از این کشور شود. درگیری در سودان 27 کشته بر جا گذاشته است. درگیری ها در خرطوم پایتخت سودان بین نظامیان سودانی و شبه نظامیان نیروهای حمایت سریع پس از یک روز نبرد مرگبار کم از کم 27 کشته و بیش از 170 زخمی بر جا گذاشته و تا ساعات اولیه روز یکشنبه 16 اپریل ادامه داشت. نیروهای شبه نظامی موسوم به حمایت سریع سودان ادعا میکنند که کنترل قصر ریاست جمهوری، اقامت لویدرسیس و میدان هوایی بین المللی خرطوم را به دست گرفتند. اما اردوی سودان این ادعاها را رد کرده و گفته است که کنترل کامل میدان هوایی و سایر پایگاه‌ها را در دست دارند. نیروهای هوایی سودان اواخر روز شنبه در بیانیه‌ای از مردم خواست تا در خانه بمانند زیرا حملات هوایی علیه شبه نظامیان ادامه دارد. اتحادیه دکتران سودان اعلام کرده است که کم از کم 47 نفر از جمله 2 نفر در میدان هوایی خرطوم کشته شده و صدها نفر زخمی شدند، اما به گفته این اتحادیه ممکن تلفات بیشتر از این باشد زیرا آمار دقیق تلفات نظامیان و شبه نظامیان در دست نیست. در همین حال عربستان سعودی گفته است که یک طیاره مسافربری آن کشور که برای پرواز از میدان هوایی خرطوم به قصر ریاض پایتخت آن کشور آماده می شد هدف گلوله قرار گرفته است. علاوه بر خرطوم گزارش های از درگیری های مسلحانه در سایر نقاط سودان به ویژه منطقه دارفور نیز گزارش شده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال را سابسکرایب نمایید. شب و روزتان خوش.